سلام، به برنامه ما و جامعه سالم خوش آمدین. در این برنامه با توجه به رویدادهای اخیر در ایران و تغییر در ریاست جمهوری نگاهی خواهیم داشت به مبحث حاکمیت و اینکه مردم با چه دید و از چه منظری حاکمان خودشون رو انتخاب میکنن. در روزهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران واکنش‌های متعددی رو نسبت به نتیجه انتخابات از سمت مردم شاهد بودیم. خیلی از مشارکت و استفاده از حقوق شهروندی خودشون، مخصوصا با توجه به خونده شدن رأیشون، خب شاد بودن و این شادی و خرسندی خودشون رو در خیابان‌ها به نمایش کشیدن. بعضی دیگه همچنان با دیده تردید به کلیت روند و نتیجه انتخابات نگاه میکنن. تا به امروزم با توجه به هر صحبت و یا عملکرد ریاست جمهوری ما شاهد عکس‌العمل‌های مشابهی از سمت مردم نسبت به خود شخص اون بودیم. به این معنی که همچنان یا با دید کاملا مثبت به تمام عملکردها نگاه میکنن مردم یا با نگاهی پر از تردید و دودلی، که خب تا حد زیاد این عکس العمل ها طبیعی هستش، مخصوصا با توجه به عملکرد حاکمیت در سالهای اخیر و سوء استفاده از اعتماد مردم و همچنین مخصوصا پاسخ دادن با سرکوب به اعتراض مردم. ولی اگه به صورت کلی تر به مسئله انتخابات، انتخاب رهبری و یا فرمان روای و یا ریاست جمهوری نگاه بکنیم، میتونیم بگیم که یکی از مهمترین دلایلی که باعث عدم تفاهم و یا توافق مردم میشه همون درک متفاوتی هستش که افراد از جایگاه فردی دارن که در مقام قدرت قرار میگیره. اینکه مردم چه تعریفی از رهبر یا فرمانروای خودشون دارن با همدیگه متفاوت هستش و خب طبیعتاً بر اساس همین تعریف هستش که افراد رو در جایگاه رهبری و حالا در همین کیس ریاست جمهوری تصور میکنن و بر اساس همین دیدگاه هم هستش که افراد رو شایسته و یا فاقد شایستگی برای این جایگاه میبینن. یکی از جلوه‌های عملی نفوذ اجتماعی موضوع رهبری و یا فرمانروایی هستش. فرد و یا گروهی که توانایی این رو داره که یک نفوذ اجتماعی بر روی مردم داشته باشه، میتونه جایگاه محکمی برای رهبری خودش در میون مردم پیدا کنه. بنابراین میشه گفت که نفوذ اجتماعی و فرمانروایی رابطه نزدیکی با هم دارن و در بسیاری مواقع بر روی همدیگه تاثیرگذاری زیادی هم میتونن داشته باشن. رهبرانی که با انتخاب مردم به جایگاه رهبری میرسن قاعدتا نفوذ اجتماعی مناسبی رو بر روی مردم هم دارا هستن و برعکسش هم هستش دیگه. برعکس فرد یا گروهی که نفوذ اجتماعی خوبی در میون مردم داره به همون نسبت هم شانس بیشتری برای انتخاب شدن در مقام فرمانروا، رهبر و یا در موارد امروزه ریاست جمهوری رو میتونن داشته باشن. مطالعه پدیده رهبری از جستجوی یک عامل ساده یعنی یک خصوصیت برای رهبری شروع میشه و به تشخیص و درک پیچیدگی این پدیده انجامیده میشه. خصوصیت لازم برای رهبری و یا فرمانروایی و شناخت اون میتونه مسیر رو برای مطالعه مسئله رهبری آسون تر کنه. در کوشش‌های اولیه برای مطالعه رهبری و فرمانروایی جامعه، جامعه شناسان تلاش کردند که قابلیت‌هایی که یک رهبر رو رهبر می‌سازه رو مشخص کنن. به بیان ساده‌تر، یعنی ویژگی‌هایی رو که همه رهبران دارای اون هستن اما پیروانشون یا بقیه مردم فاقد اون ویژگی هستن رو مشخص کنن. ولی خب از دید روانشناسی، یکی از نظریه‌های روانشناسی در مورد رهبری و مدیریت میتونه نظریه جبر اجتماعی باشه که این نظریه تاکید خودش رو بر نیروهای اجتماعی، جنبش‌های اجتماعی و تغییر ارزش‌های اجتماعی به عنوان تعیین کننده رویدادهای تاریخی متمرکز می‌کنه.
در این نظریه تاریخ زمان و عوامل اجتماعی هستند که سازنده مدیران و یا رهبران میشن. بر اساس این نظریه در خیلی موارد جبر اجتماعی هستش که افراد رو برای انتخاب فردی در مقام ریاست، حالا ریاست میتونه ریاست جمهوری باشه، رهبری و یا حاکمیت سوق میده. پدیده‌ای که میتونیم امروزه با شرایط امروزه ما بیشتر از بقیه نظریه ها نزدیک هستش. بر اساس این دیدگاه میتونیم به اهمیت مسائل سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه در شکل‌گیری فردی که مردم اون رو به چشم رهبر نگاه خواهند کرد میتونیم پی ببریم. به عنوان مثال در روزهایی که گذشت، مخصوصا قبل از پدیده انتخابات، تغییر موضعی خیلی از افراد در جامعه رو که مرتبط میشد به شرکت و یا عدم شرکت در انتخابات ما شاهد بودیم و خب دیدیم که در یک پروسه چند روزه هماهنگی و اجماع بسیاری از شخصیت‌های سیاسی کشور و به دنبال اون بخش گسترده‌ای از مردم بر روی فرد به خصوصی برای ریاست جمهوری به نتیجه رسید. در اینجا هم شاهد اون بودیم که شرایط اجتماعی و سیاسی کشور به این صورت بود که خیلی از مردم نه الزاماً به دلیل ویژگی‌های برجسته فرد منتخب و یا حتی شناخت کافی از روش‌های سیاسی اون، بلکه به دلیل پدیده جبر اجتماعی فرد رو به عنوان مدیر اجتماعی در قالب رئیس جمهور انتخاب کردن. با این همه تحقیقات جدید در رابطه با انتخاب مدیر، رهبر و یا رئیس حاکی از اون هستش که بعضی از مجموعه های رفتاری میتونه رهبران رو از افراد عادی متمایز کنه. بعضی از این مجموعه های رفتاری میتونه شامل پشتکار باشه، پافشاری فرد در تعقیب هدف های گروهی، هدف های جامعه و هدف خودش، انگیزه برای ابتکار عمل مخصوصا در موقعیت های اجتماعی، اعتماد به نفس فرد میتونه عامل موثری باشه، احساس هویت فردی که داره و مهمترینش این توانایی که فرد پیدا میکنه در اینی که در روی دیگران نفوذ اجتماعی داشته باشه، همون چیزی که قبلا بهش اشاره کردیم. همینطور میتونیم بگیم که میزان پیشرفت در کشور هم با میزان توانایی رهبر و یا رهبران اون نزدیک هستش و همبستگی داره. به بیان دیگه رهبرهای خوب میتونن باعث شکوفایی و پیشرفت در کشورهای خودشون باشن و میتونن جامعه رو به سمت جامعه مدنی بیشتر سوق بدن. بعضی از این خصوصیات فردی میتونه در تصمیم گیری مردم نقش بسزایی داشته باشه. به عنوان مثال ما در مورد اینی که جبر اجتماعی صحبت کردیم و گفتیم که جبر اجتماعی در بسیاری موارد میتونه مردم رو حتی به سمت انتخاب رئیس یا حاکم و یا رهبری سوق بده. ولی این خصوصیات فردی هم میتونه مؤثر باشه، مخصوصاً اگر مردم برای رسیدن به اهداف اجتماعی و سیاسی خودشون دچار مشکل شده باشن و اجازه فعالیت‌های اجتماعی و گاهن سیاسی از اونها گرفته شده باشه، مثل همین شرایطی که ما شاهد اون بودیم در جامعه ایران، به این صورت که مردم از اهداف اجتماعی خودشون دور شده بودن و نمیتونستن نیازها و مطالبات اجتماعی و سیاسی خودشون رو به اون صورت که هستش نشون بدن. و خب در این شرایط هستش که اعتماد به نفس و پشتکار و استقامت فردی که به عنوان کاندید رئیس جمهور مشخص میشه میتونه پدیده مهمی در انتخاب شدن این افراد باشه، به دلیل اینکه مردم میتونن اعتماد حس میکنن که میتونن اعتماد کنن به این فرد و میتونن این فرد رو به عنوان کسی که در خط جلو داره حرکت میکنه و افراد رو میتونه به اون اهداف سیاسی و اجتماعی خودشون نزدیک تر کنه اعتماد میکنن. و بنابراین ما شاهد این هستیم که
در جامعه فعلی ما هم جبر اجتماعی که در موردش صحبت کردیم و هم خصوصیات فردی کسی که به ریاست جمهوری میخواد انتخاب بشه تأثیر بسزایی داشت در اینی که مردم به پای صندوق‌های رأی بیان و یک فرد به خصوص رو برای رسوندن خودشون به اهداف سیاسی و اجتماعی خودشون انتخاب بکنن. خب مردم ایران مکررن نشون دادن که نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی حاکم بر کشور حساسیت دارن و با وجود سرخوردگی های متعددی که شاهدش بودیم موقعی که قصد مشارکت در تصمیم گیری های اجتماعی رو داشتن، ولی باز هم میبینیم که با به وجود اومدن کوچکترین شرایط تغییر با تمام وجود تجربه های با تمام نیرویی که دارن و علی رغم تمام تجارب تلخ قبلی خودشون همچنان با امید به پیشرفت حالا داخلی و خارجی کشور تلاش میکنن که بتونن یک تأثیری بذارن و بتونن که در مشارکتی داشته باشن. فشارهای اقتصادی، فشارهای اجتماعی و سیاسی بر روی مردم باعث شده که از هر روزنه کوچیکی برای تغییر، حالا بگیم تغییر مدیریت در سطح جامعه و یا تغییر به صورت کلی استفاده کنند. البته بسیاری از مردم از محدودیت‌های قدرت فردی که در مقام ریاست جمهوری قرار می‌گیره آگاهی دارن و همچنان از مطلق‌گرایی فردی که در مقام رهبری کل کشور قرار می‌گیره هم بهش آشنا هستن، ولی باز هم با تکیه کردن بر روی نشونه های کوچکی که از ویژگی های مطلوب فرد منتخب خودشون به ریاست جمهوری مشاهده می کنن، باز سعی می کنن که برای تغییر در امور کشور مشارکت کنن و سعی کنن که از هر روزنه کوچکی برای این تغییرات استفاده کنن. بنابراین میشه گفت که مردم همواره برای انتخاب فردی در جایگاه مدیر و یا رهبر خیلی از ویژگی‌های فردی اون رو هم بررسی می‌کنن و با شرایط حاکم بر کشور مطابقت میدن. بر همین اساس هستش که بحث و گفتمان خیلی زیاد هست ما بین مردم، فعالین سیاسی، فعالین مدنی در مورد حالا شرکت یا عدم شرکت در پروسه انتخابات و بعد از اون و در روزهای اخیر حمایت و موضع‌گیری هایی که میتونن در رابطه با مقام ریاست جمهوری از خودشون نشون بدن. میبینیم که خیلی ممکنه تفاهم در این نظر دادن نداشته باشن مردم و خب دلیلش دوباره برمیگرده به همون مسئله جبر اجتماعی و مسئله شخصیت و کاراکتری که فرد از خودش نشون میده. یکی از نظریه‌های روانشناسی اجتماعی که به ویژگی‌های شخصیت رهبر و مساعد بودن شرایط و موقعیت‌ها برای رهبری اشاره داره نظریه اقتضایی هستش. و طبق این نظریه نمیتونیم بگیم که یک رهبر موفق در تمامی موقعیت‌ها موفق خواهد بود، بلکه میشه گفت مدیران، رهبران با هر نوع ویژگی که دارن در بعضی از موقعیت‌ها موفق‌ترن و در بعضی دیگه از موقعیت‌ها ناموفق. در نظریه اقتضایی 4 تا عنصر اصلی وجود داره که یکی از اساسی ترینشون عنصر شخصیت مدیر و یا رهبر هستش و خب دیگه از دیگر عناصرش میشه گفتش عوامل مربوط به موقعیت که شامل روابط رهبری و اعضای جامعه میشه و یا اختیار و قدرت مدیر و یا رهبر هم از عناصر دیگه میشه نام برد. برابر این میتونیم ببینیم که مردم برای انتخاب گزینه خودشون در مقام حاکم و یا رهبر و یا رئیس جمهور عناصر متعددی رو مورد بررسی قرار میدن و بر اساس داشته های خودشون، بر اساس معیارهای ارزش گذاری خودشون فقط میتونن در این صورت فرد رو به عنوان مدیر و یا رهبر انتخاب کنن.
میتونیم نتیجه گیری کنیم از صحبت‌های امروز که عوامل زیادی هستش که در انتخاب مردم تأثیر گذاره و این عوامل با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم بر کشور تغییر میکنه که ما باید این رو مد نظر داشته باشیم. برای میتونیم ببینیم که تمام بسیاری از این بحث و گفتمان ها، بسیاری از این تفاهم نداشتن ها در یک نظریه خاص و خیلی پیچیده تر از این هستش که به نظر میرسه و عوامل متعددی هستن که میتونن افراد رو بر در گرفت نتیجه گیری خودشون همکاری کنن با این نتیجه گیری. این عوامل مختلف رو باید در نظر داشت و نباید خیلی ساده انگارانه نگاه کرد به این پروسه انتخاب مردم برای فردی به عنوان رئیس جمهور و یا رهبر و یا مدیر. بدون شک اگر کمک شما نبود، اگر راهنمایی های راهگشای عمومی ملت در مواقع حساس نبود، ما نمیتونستیم این راهی رو که رفتیم بریم، این کاری که انجام شده انجام بدیم. من در این فرصت به همه شما عزیزان عرض سلام و ارادت میکنم و از محبت هایی که تاکنون کردید تشکر میکنم. خرمشهر عزیز زیارت خواهی خواهد بود برای نه تنها ملت مستضعف ما، برای همه مستضعفان جهان. امروز اولین بار که این خبر به من رسید، بلافاصله به یاد هزاران شهیدی افتادم، به یاد خون دل خوردن های بهشتی افتادم، به یاد خون دل خوردن های رجایی افتادم و گریم گرفت به گریم کردم. یک سال پیش رو در نظر بیاریم، دو سال پیش رو در نظر بیاریم، ما دوران سختی رو پشت سر گذاشتیم. روزی در جمع یاران به بهشتی گفتم این تهمت های تلخ آزارت نمیدهد. نگاهم کرد و گفت این آسیاب به نوبت است، نوبت تو هم خواهد رسید. چقدر این روزها بی شما سخت میگذرد دوستان. من تا نیمه راه آمدم، مشیت این بود که بمانم تا نوبت به من برسد، تا در سنگ زیر و بالای آسیاب صدای شکستنهای خود را بشنوم و بچشم. برادران و خواهران، به صراحت این اعتقاد خودم را بگویم که سرنوشت بدهه اجتماعی دین در امروز و فردا در گروه این است که جوری ما دین را ببینیم که با آزادی سازگار باشد. دین اگر در مقابل آزادی قرار گرفته است، دین دست خورده است. عدالت اگر در مقابل آزادی قرار گرفته است، عدالت دست خورده است. ساختن و توسعه اگر در مقابل آزادی قرار گرفته است، سازندگی دست به خود است. دو نمونه بزرگ آن را برای شما که اغلب شما هم اهل مطالعه و فکر هستید عرض میکنم. یکی تجربه قرون وسطی که دین و آزادی در مقابل هم قرار گرفتند، دین شکست خورد، و یکی در دنیای امروز در دنیای کمونیست. تحلیل این بساط آدم برپا شده تا اون روز نورانی اتفاق بیفتد، روزی که همه خواهند آمد. عنایت کنید، همه پیامبران، همه صلحا، همه شهدا خواهند آمد و یاری خواهند کرد. و به شما بگم اون چیزی که دارم میبینم، بعضی ها هستن این حرفا رو میزنی تمسخر میکنن، برای اینکه اینها دلشون از ایمان خالی است. اینا بت‌پرست های مدرن هستند، اینها شیطان پرست های مدرن هستند.
قیافه مشبکه میگیرن به اندازه بزغاله هم از دنیا فهم و شعور ندارن. با این نگاه صحبت امروز رو به پایان میبریم و تشکر میکنم از شما عزیزان که در برنامه امروز همراه ما بودین. شادی هاتون روز افزون و تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.